بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. بینندگان عزیز ارجمند شبکه جن شارجه، عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور در خدمت شما هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 64 از سوره نحل خواهد بود. با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت این آیه و بعدش میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بله، آية 64 از سورة نحل. و ما انزلنا، مد جایز منفصل است اینجا به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن بند میخواد. انزلنا اخفای حقیقی، علیک الکتاب الافلام قمری الا لتبین لهم الذی اختلف. اینجا الف الف وصله، خاز حروف استعلاست و اینجا دقت کنید روی فیه توقف نمی کنیم. الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى. چون جا اگر فيه توقف بکنیم معنی کامل نیست، پس باید به هم متصل بشه که معنی کامل بشه. الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. وهدى ورحمه، تنوین بعدش واو ادغام با غنه، را حکمش استعلاست، تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه، قاف از حروف استعلاس غلیظ تلف میشه، تنوین بعدش یا ادغام با غنه. تقریبا سه حکم پشت سر هم ادغام با غنه است. هدون و رحمت تلق، اینجا تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه، یک ادغام بدون غنه و دو ادغام با غنه هستش. لقوم یؤمنون، تنوین بعدش یا ادغام با غنه. یؤمنون مد عرض سکون به مقدار دو یا چهار یا شش حرکت میتونیم مد بدیم. این هم از احکام آیه 64 از سوره نحل. آیه 65 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. بله، آیه 65 از سوره نحل. والله، لفظ جلاله استعلاست، غلیظ تلفظ میشه. انزل، نون ساکن به زای اخفای حقیقی، من السماء الف لام شمسی و السماء مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد بخواد و ما هم باز مد واجب متصل است به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد بخواد. ما فاحیا، تنوین بعدش فا اخفای حقیقی، فاحیا به الارض الف لام الف لام قمری و را ساکن قبلش فتحه اومده، حکمش استعلاست و داد از ظروف استعلاست. بعد موتها، دقت کنید، بعد موتها اگر توقف کردیم مد طبیعی میشه، اگر بخوایم عبور بکنیم مد جایز منفصل میگیم. فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية. بس میشه مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. يسمعون، لقوم يسمعون. پس اینجا آیه مد بدل هست، تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه و تنوین بعدش یا ادغام با غنه. يسمعون، میم ساکن بش عین اظهار شفوی. يسمعون مد عرض السکون به مقدار دو یا چهار یا شش حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 65 از سوره نحل. اما آیه 66 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. بله آیه 66. و این لکم فی الانعام، نون تشدید دارد و حرکت رو نمیدیم. لکم فی الانعام میم ساکن به شفا اظهار شفوی، الانعام الفلام قمعری و نون ساکن بهش عین اظهار حقیقی یا اظهار حلقی، فی الانعام نون ساکن بهش عین اظهار حلقی، لعبره لعبره باق القلمی خواد و راه هم حکمش استعلاست. اینجا اگر توقف کردیم لعب لعبره باق القلمی خواد و راه هم حکمش استعلاست و با سکون ها میگیم لعبره، اما اگر بخوایم عبور بکنیم لعبارتا نسقیکم، تنوین بهش نون ادغام باقر نمیشه، نسقیکم قاف از حروف استلاز، نسقیکم مما میمی ساکن بهش میم ادغام شفوی، میم تشدید دارد و حرکت رو نمیدیم، فی بطونهی های زمیر مد سلی صغراست، من بین نون ساکن بهش با اقلاب یا قلب هست، فرث اینجا را ساکن قبلش فتح اومده حکمش استلاست، فرثیون و تنوین به شواب ادغام باقونه، و دم لبنن و دم لبنن تنوین به شلام ادغام بدون غنه، لبنن خالصا تنوین بعدش خا اظهار حلقی، خا از حروف استلاز غلیظ طرف میشه، الف هم تابعی خا غلیظ و صاد هم از حروف استلاز غلیظ طرف میشه، خالصا اینجا خالصا سائغا، تنوین بعدش سین اخفای حقیقی، س مد واجب متصل هست به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد بخواد و غین هم از حروف سل است، سائغا للشاربین تنوین بهش لام ادغام بدون غنه، للشاربین لام لام شمسی است و را ترقیق است چون کسره داره، للشاربین مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 66 از سوره نحل. آیه 67 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلك لآیة لقوم یعقلون. بله آیه 67 از سوره نحل، و من ثمرات النخیل نون ساکن بهش ثایس نقطه اخفای حقیقی، ثمرا را حکمش استعلاس و الف هم تابع را حکمش استعلا میشه، النخیل الف لام شمسی و نون تشدید دار دو حرکت قلن نمیدیم و خوا از حروف استعلاس غلیظ تلف میشه، والاعناب الف لام قمری تتخذون و خواهم از حروف استعلاس، منه نون ساکن بعدش های دو چشم اظهار حلقی، سکرن و تنوین بعدش واو ادغام با غنه و راه هم حکمش استعلاس چون تنوین نصب میشه و تنوین گفتیم بعدش واو ادغام با غنه، ورز را ترقیق است چون کسره داره، تنوین بعدش های جیمی اظهار حلقی و قاف از حروف استعلاس غلیظ طرف میشه، میگیم ورزقا حسنا تنوین بعدش های جیمی اظهار حلقی، حسنا اینجا اگر توقف کردیم میشه حکمش میشه مد عوض، عوضی از تنوین، میگیم رزقا حسنا. اگر بخوایم عبور بکنیم سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلك حسنا ان تنوین بلش همزه اظهار حلقی، ان نون تشدید دارد و حرکت رو نمیدیم، لآیت لقوم آیه مد بدل هست و تنوین بلش لام ادغام بدون غنه، قاف از حروف استلاز غلیظ تلفظ میشه، تنوین بلش یا ادغام با غنه، یعقلون قاف از حروف استلاز غلیظ طرف میشه، ولی یعقلون لقومی یعقلون مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. این هم از احکام آیه 67 از سوره نحل.
اما آیه 68 از سوره نحل، بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بله، آیه 68 واوحى ربك واوحى ربك، اینجا دیگه مد نمیخواد، واوحى ربك واوحى ربك، را حکمش استعلا چون فتحه داره، الى النحل، الف لام الف لام شمسی و نون تشدید دار، دو حرکت رو نمیدیم، ان اتخذی ان اتخذی، اینجا الف الف وصله، درست نیست که ما بگیم ان اتخذی، بعضی ها ممکنه بگن ان اتخذی، نه ان اتخذی وقتی که وصل میشه دیگه الف وصل، یعنی الف حذف میشه، میگیم ان اتخذی، مباشرتا از روی نون میریم روی تای دو نقطه، ان اتخذی، و خوا از حروف استلاز غلیستر روش من الجبال الف لام قمری، بیوتا و تنوین بعد شما به دقایم باقونه، و من الشجری الف لام شمسی و را ترقیق است، و من ما یعرشون، میم تشدید دار، دو حرکت قلنه میدیم، یعرشون را ترقیق است چون کسره داره، مما یعرشون، مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. این هم از احکام آیه 68 از سوره نحل. اما آیه 69 از سوره نحل، بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بله، آیه 69 از سوره نحل، ثم کلی، ثم کلی، میم تشدید دار، دو حرکت غنه میدیم، من کل الثمرات، نون ساکن بش کاف اخفای حقیقی، الثمرات الف لام شمسی و را هم حکمش استعلاس و الف هم تابع را حکمش استعلام میشه، فسلوکی سبول ربکی، دقت کنید، سبول ربکی، اینجا با کسره کاف نمیگیم ربکا، نه، سبول، سبول ربکی، ذلولا، اینجا اگر توقف کردیم روی ذلولا میشه مد عوض، عوضی از تنوین، اگر بخوام عبور بکنیم ذلولا یخرج، تنوین بعد شیعه قائم باقون نمیشه، یخرج و خواهم از حروف استلاس غلیس طرف میشه و راه هم میشه استلاس چون زمه داره، من بطونی ها، من بطونی ها، نون ساکمش با اقلاب یا قلب هست و تا از حروف استلاس غلیس طرف میشه، شراب مختلف، را حکمش استلاس و علف هم تابع را غلیس طرف میشه و تنوین بهش میمید قائم باقون نه، مختلفون الوانهو، خا از حروف استلاس غلیس طرف میشه و تنوین به شمزه اظهار حلقی، الوانه، های ضمیر مد صله صغراست، فیه شفاء للناس، شفا مد واجب متصل هست، به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد بخواد، تنوین بهش لام ادغام بدون غنه، للناس، و لام لام شمسی است و نون تشدید دار، دو حرکت غنه میدیم، اینجا اگر روی للناس توقف بکنیم، فیه شفاء للناس، میشه مد عرض السکون، به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم، ان فی ذلک، نون تشدید دار، دو حرکت رو نمیدیم، لآیت لقوم یتفکرون، لآیه، آیه مد بدل هست و تنوین بدش لام ادغام بدون غنه و قاف از حروف استلاز غلیظ طرف میشه و تنوین بدش یا ادغام با غنه، یتفکرون، را حکمش استلاز غلیظ طرف میچون زمه داره، یتفکرون مد عارض السکون، به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 69 از سوره نحل. اما آیه 70
سوره النحل. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. بله، آیه 70 از سوره نحل. والله لفظ جلاله مفخم هست، غلیظ تلفظ میشون، قبلش فتحه اومده. خلقکم، خلقا، دقت کنید، خا و قاف هر دو از حروف اصطلاح هستن ولی لام از حروف استفهام و تلقیق است. خلقا دیگه لام رو غلیظ تلفظ نمی کنیم. خلقکم ثم، میم ساکن بهش ثایس نقطه اظهار شفوی، ثم میم تشدیدار دو حرکت رو نمیدیم. یتوفاکم و، اگر توقف کردیم یتوفاکم با سکون میم، اگر عبور کردیم میم، میم ساکن بهش واو اظهار شفوی، و منکم نون ساکن بهش کاف اخفایی حقیقی، میم ساکن بهش میم ادغام شفوی، من یرد نون ساکن بهش یا ادغام باغونه، یرد راه حکمش استعلاشون فتحه داره، الى ارذل العمر، الى مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. ارذل العمر، را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاست، العمری الفلام قمری، العمری را ترقیق است، کسره کسره داره، حکمش ترقیقه، نازک تلفظ میشه. لكي لا يعلم بعد علم شيئا، تنوین بعد شین اخفای حقیقی، شیئا، اینجا اگر توقف کردیم شیئا مد عوض هست، عوضی از تنوین. اگر بخوایم عبور بکنیم لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله، تنوین بعدش همزه اظهار حلقی، ان الله نون تشدید دار، دو حرکت قول نمیدیم، لفظ جلاله مفخم یا غلیظ تلفظ میشه، استعلاس حکمشون قبلش فتحه اومده. علیم قدیر، تنوین بعدش قاف اخفای حقیقی، و قاف از حروف استعلاس غلیظ تلفظ میشه، قدیر قدیر قدیر. اینجا اگر توقف قدیر، مد عرض سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم، و را هم حکمش ترقیق است چون قبلش یا واقع شده، را حکمش ترقیقه چون قبلش یا واقع شده، قادیر. اینم از احکام آیه 70 از سوره نحل، و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این درس جمله توجه و استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما یاران رو به خداوند بزرگ بسپارم، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.